Sacha ta kabaho. ادامه اعتراضات در آمریکا با وجود اعلام مقررات منع رفت و آمد در چندین شهر معترضان ماشین‌های پلیس را آتش زدند. پلیس با گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی پاسخ داد. اولین اشاره به آمار رسمی کشته‌های اعتراضات آبان ماه توسط یک مقام ارشد دولت ایران. وزیر کشور تلویحاً گفته که بیش از 200 نفر کشته شدند. پایان ماه قرنطینه یک باغ وحش، انسان‌ها دوباره به دیدن حیوانات می‌روند. پشت کووید بخشی از ضایعات پوستیه که در بیماری کووید اتفاق می‌افته. و پاسخ به سوالات شما درباره علائم کمتر شناخته شده کرونا. سلام بر شما، عصر بخیر. به این مجموعه خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. در آمریکا اعتراض‌ها به کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که به دست پلیس در شهر مینیاپولیس کشته شد، ادامه دارد. در چندین شهر اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده و دست کم یک نفر دیگر جانش را از دست داده. عده‌ای هم بازداشت شدند. فرماندار ایالت مینه‌سوتا اعلام کرده که در اقدامی بی سابقه تمام گارد ملی را برای کنترل اوضاع به کار می‌گیرد. معترضان همچنین جلوی برج‌های ترامپ در شیکاگو و نیویورک تجمع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که مسببان خشونت‌ها غارتگر، مجرم و چپگرای افراطی هستند. گزارش فرین آسمی را ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر در آن ممکن است ناراحت کننده باشد. خشونت‌آمیزترین اعتراض‌های آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، اعتراض به رفتار نژادپرستانه پلیس نسبت به سیاه‌پوستان. نمونه از خشونت پلیس اینجا در میدان تایمز نیویورک. دست کم در 30 شهر آمریکا معترضان با پلیس درگیر شدند. در چند شهر هم مقررات منع رفت و آمد برقرار شده. از جمله در اینجا در لس آنجلس، دومین شهر بزرگ آمریکا. اعتراضات که ابتدا مسالمت‌آمیز و آرام بود، به خشونت کشیده شده. معترضان بسیاری از ساختمان‌ها و خودروها را آتش زدند. پلیس هم با گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی با معترضان برخورد کرد. این تصویری است از نیویورک، شنبه عصر به وقت محلی. پلیس با ماشین از روی معترضان رد می‌شود. من قصد ندارم تقصیر رو به گردن پلیس بندازم که در حال تلاش برای کنترل شرایط دشواره. کسانی که به سمت ماشین پلیس هجوم بردند کار اشتباهی کردند که غیر قابل دفاعه. البته من امیدوار بودم ماموران پلیس جور دیگری با این قضیه برخورد می‌کردند. اما بذارید بگم که از اول معترضان کار اشتباهی انجام دادند که ماشین پلیس رو محاصره کرد. نام جورج فلوید حالا بیش از هر چیز در خیابان‌های آمریکا دیده می‌شود. روی دیوار اینجا در مینیاپولیس یا بر زبان معترضان در نیویورک. مرد 46 ساله‌ای که دوشنبه کشته شد. در تصاویری که از لحظه کشته شدن او در رسانه‌ها منتشر شده، او در حالی که به سختی نفس می‌کشید، به پلیس سفیدپوستی که زانویش را روی گردن او گذاشته و فشار می‌داد، می‌گفت که نمی‌تواند نفس بکشد. جمله‌ای که حالا به شعار معترضان تبدیل شده. پلیسی که باعث کشته شدن جورج فلوید شد، به اتهام قتل بازداشت شده. خانواده مقتول و معترضان می‌خواهند پلیس نحوه رفتار و عملکردش را تغییر دهد و سه مأمور دیگر پلیس هم که در صحنه قتل حاضر بودند بازداشت شوند. جورج فلوید تنها سیاه‌پوستی نیست که در سال‌های اخیر در آمریکا به دست پلیس کشته شده. دونالد ترامپ گفته اگر ناآرامی‌ها ادامه یابد، ارتش آمریکا برای مقابله با آن در شهرها مستقر خواهد شد. نارامی در شهرهای مختلف آمریکا در حالی اتفاق افتاده که حدود 40 میلیون نفر در این کشور به دلیل شیوع کرونا بیکار شدند و همین بر خشم معترضان افزوده. فرین آسمی، بی بی سی. اجازه بدید که با کامیز فتایی صحبت بکنیم، خبرنگار ما که از واشنگتن با ماست. دفتر بی بی سی درست در مرکز شهر واشنگتن هستش، جایی که دیشب هم شاهد تظاهرات بوده. بله، در چند محله به خصوص در
برابر کاخ سفید که یه چیزی حدود 1000 نفر سعی کردن که به هر حال به کاخ سفید نزدیک بشن. اون منطقه بسیار تدابیر امنیتی شدید هست. سرویس مخفی همینطور پلیس پارک ملی آمریکا به اضافه پلیس واشنگتن دی سی اینها مانع شدن که این افراد نزدیک بشن و به هر حال درگیری معترضان یا به گفته آقای ترامپ به اصطلاح معترضان یا آشوبگران از دید او از عده‌شون از فشفشه و سنگ و بطری استفاده کردند به سمت پلیس پرتاب کردند و پلیس هم پاسخ داد با گاز اشکاور و اسپری فلفل و اونها رو متفرق کرد که البته بعدش قدری میشه گفت به سمت خشونت رفت به این صورت که به برخی مغازه‌ها حمله شد، به برخی از رستوران‌های نسبتاً گران شهر حمله شد. در دیواری که از این رستوران‌ها نوشتن که ثروتمندان دیگر امنیت ندارند. به حال نمونه‌ای از بالا گرفتن خشم در آمریکا هست، اینجا در پایتخت آمریکا و به هر حال در سطح شهر واشنگتن خودروهای گارد ملی هم رویت شد، دیده شده و مستقر شدن در برخی از محلات، به خصوص به سمت کنگره که برید در محله‌های مسکونی اونجا می‌بینید این نیروها رو. که البته گارد ملی که وقتی میگیم اینها میشه گفت ارتش ایالتی هستن، عمدتاً نیروهای ذخیره هستن، به هر حال با یونیفرم ارتش هستند و یک صحنه دیگری است که مردم به خصوص در بسیار از ایالت‌ها و همینطور در واشنگتن زیاد به دیدن اینها در سطح شهر عادت ندارن. به حال میشه گفت بحرانی سراسری، فقط در واشنگتن نیست، از غرب آمریکا تا شرق آمریکا، دیگر مینسوتا نیست، در بسیاری از ایالت‌ها و شهرهای بزرگ آمریکا این اعتراضات داره صورت میگیره. که البته آقای ترامپ، یادآوری کنم که اون به گفته او گفت به اصطلاح معترضان سازماندهی هستند و اون رو طرفداران رقبای دموکرات خودش رو مقصر میدونه، میگه خوب عمل نکردن، قوی عمل نکردن. حتی در یک مورد در دیشب در توییتی گفت که پیشنهاد داد به صورت تلویحی که طرفدارانش هم بیان، که البته طرفداران او نیومدن و تجمعی در برابر کاخ سفید برگزار نکردن. کامبیز، این تنها بحران سراسری نیست که آمریکا این روزها باهاش مواجه است. ویروس کرونا شیوعش و ابتلای 1,800,000 نفر دست کم تا اونجا که تشخیص داده شده به این ویروس در ایالات متحده بحرانی دیگر است و مشکلات اقتصادی به تبع این. تا چه اندازه هر دو اینها میتونه ایالات متحده رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوریش با بحران عمیق‌تر اقتصادی مواجه بکنه؟ کوتاه اگر جواب بدیم ممنون میشم. خب این بحران رو میشه گفت حالا به نظر میاد که عمیق‌تر کرده. البته فقط هم مسئله ایمنی هم هست. مراکز تست کرونا در لس آنجلس روز گذشته به خاطر همین اعتراضات بسته شد تمام مراکز. خب این ضربه ای است به تلاش‌ها برای مهار این اپیدمی، به اضافه این که حالا اگر این تا در شرایطی که ایالت ها میخوان باز کنن، مغازه ها باز بشن، کسب و کارها باز بشن، اگر مسئله ایمنی و امنیتی پیش بیاد این روند رو سخت‌تر میکنه. و از همین الان به نظر میاد که بر پیامدهای اقتصادی این کرونا داره این اعتراضات گسترده میتونه به حال اضافه بکنه، البته به شرطی که در هفته آینده، در روزهای آینده این فروکش نکنه. اگر فروکش کنه شاید چندان چالشی نباشه، اما اگر از روز دوشنبه به بعد، یعنی از فردا همچنان ادامه پیدا کنه یا گسترش پیدا کنه، ضربات اقتصادی بیشتری هم به آمریکا خواهد زد. سپاسگزارم کامیز فتایی، خبرنگار ما در واشنگتن. از اعتراضات در آمریکا بگذاریم و به اعتراضات آبان ماه در ایران بازگردیم. وزیر کشور ایران شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه پارسال را به طور ضمنی 200 تا 225 نفر اعلام کرده که به گفته او 80% آنها به دست ماموران امنیتی کشته شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی به تلویزیون ایران گفته 40 تا 45 نفر از قربانیان با سلاح‌های غیر سازمانی کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر گفته بود توانسته هویت 304 نفر از قربانیان این تظاهرات را احراز کند. این اولین باری است که یک مقام دولتی ایران به این آمار اشاره می‌کند. اعتراضات آبان پارسال بعد از گران شدن شدید و ناگهانی قیمت بنزین رخ داد. فوتیار اونا از 10000 نفر گفتن، 8000 نفر گفتن، 7000 نفر، 6000 نفر تا 2000 نفر هم گفتن. ولی خب حالا ما همین روزا ان اعلام خواهد شد، خواهید نیست که اصلا عدد اصلا این نیست. من میخوام بگم فقط 20% این تعدادی که به هر حال در این حادثه غمبار واقعا که ما یک نفر هم فوت کنه برای ما ملت عزیز ایرانه. بیش از 40 تا 45 نفر چند فقط به مصابه شهید منظور شدن، یعنی این اصلا بیگناه رفته بودن تو خیابون و با سلاحایی و با به سلاح روشای کشته شدن که اصلا اون سلاح‌ها را نه نیروی انتظامی ما، نه بقیه دستگاه امنیت ثابت شده. بله بله، اینا همه پزشک قانونی به اصطلاح چیز کرده، معاینه کرده. علت معطلی ما هم همین بود که اون قضیه هم دلایل و هم مکان هم ساعت و هم علت دقیقاً معلوم بشه.
وزیر کشور ایران بود. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان پرسیدم با توجه به ویدیوهایی که از نحوه مقابله ماموران با معترضان آبان ماه منتشر شده، اظهارات وزیر کشور ایران چقدر دقیق است؟ عنوان شخص بی‌طرف به شبکه‌های مجازی نگاه بکنید، صدها فیلم، هزاران عکس منتشر شده که نیروهای امنیتی رو در حال شلیک به معترضان نشون میده، حتی در حال استفاده از تکشیرانداز، تفنگ دوربیندار. منتها در نقطه مقابلش هنوز یک فیلم جدی که نشون بده معترضان دارن از اسلحه استفاده میکنن، اونجا که گفتن به رگبار میبندن ایران، نمیدونم مردم رو کشته سازی میکنن، منتشر نشده. این عبارت کشته سازی که حالا آقای رحمت فضلی استفاده نکرده، این عبارت انداختن گردن تقصیر بیگانگان، یه ماجرای 20 ساله است. در اعتراضات سال 96 همین اتفاق افتاد، بعدن معلوم شد در تمام این مقطع فقط در سال 96 در یک شهر از اسلحه استفاده شده، اونم تفنگ شکاری مال حدود 40 سال پیش. در سال 98 هم عفو بین الملل و همه نهادها قبول دارن در ماهشهر استفاده شد برای یک روز بین دو گروه، اما هیچ نقطه دیگه صحبت از سلاح نیست. سال 1388 ندا آقا سلطان کشته شد. اون مقطع باز میگفتن مجاهدین حق با تکتیرانداز بالای ساختمان ها دارن مردم رو میکشن. ببین همین حرفایی که آقای رحمانی فضلی میگه که مثلا 40 تا 45 نفرشون رو ما شهید شناختیم، این اساسا خودش اعتراف به این هستش که نیروهای انتظامی نه تنها از سلاح استفاده کردن، بلکه به شکل بی‌محابا بدون بررسی الکی شروع کردن به سمت مردم شلیک کردن. گفتگو می‌کردیم با مهدی مهدوی آزاد. دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا اعلام کرده که شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 6 میلیون نفر گذشته. طبق این آمار بیش از 371 هزار نفر جان باختن. آمریکا با بیش از 1 میلیون و 800 هزار نفر و برزیل با 500 000 نفر بیشترین آمار مبتلایان را دارند. در بعضی از نقاط جهان قرنطینه به تدریج برداشته می‌شود، اما در نقاط دیگر ادامه‌اش اعتراض آفریده. مرتضی فرهمند گزارش می‌دهد. اولین بار نیست که باز شدن درهای مسجد اقصا با شادی و شکرگزاری همراه است. این درها را هر بار شورشی به راه می افتد پلیس اسرائیل می بندد. اما این بار بلای طبیعت در را بسته بود که تعبیر خدا باورانش می شود دست قدار الهی. در روزهای قرنطینه البته در به روی یک نفر باز بود، عمو غسان، که سالهاست برای گربه ها و پرنده های قبله اول مسلمین غذا می آورد. نامش را ابو هریره گذاشتند، لقبی که پیامبر اسلام به روی یکی از اصحاب گذاشت که البته شیعه و سنی بر سر چرایی این لقب اختلاف دارند. در حالی که اینجا گامی در بازگشت به دنیای پیشا کرونا را شکر می‌گذارند، آن سوی دنیا از ماندن در حفاظ ضد کرونا به تنگ آمدند. قرنطینه 70 روزه آرژانتین از طولانی ترین قرنطینه های دنیا شده. این مردم اما با توجه به پایین بودن نسبی آمار مبتلایان و جان باختگان از کرونا در کشورشان خواهان لغو قرنطینه. برخی از آنها اصلا همگیری ویروس کرونا را در کشور شایعه بی اساس و دروغ می دانند. در آرژانتین تا کنون 16214 مبتلا به کرونا و 528 جان باخته از این بیماری ثبت شده، کمتر از بیشتر کشورهای آمریکای لاتین. دولت این را موفقیتی برای خود و به یمن همین قرنطینه طولانی می دانند که خیلی ها را به تنگ آورده اما جانشان را حفظ کرده. عمده مبتلایان و جانباختگان کرونا از زاغنشین های بوئنوس آیرسند. قانون فقر و گرسنگی در کشوری که زیر بار سنگین بدهی خارجی با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می کند که مردم بیشتری را به چنگال فقر و گرسنگی می فرستد. کرونا بحران اقتصادی آرژانتین را وخیمتر کرده، آمار بیکاران و تنگدستان را بالاتر برده. دست دولت هم که طلبکاران خارجی یقه‌اش را گرفتند برای کمک خالی است. مرتضی فرهمند، BBC.
به گزارش مرداد این رو اضافه بکنم که وزارت بهداشت ایران از مرگ 63 نفر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا خبر داده و گفته که مجموع جان باختگان در این کشور به حدود 7800 نفر رسیده. همچنین با اعلام بیش از 2500 مورد جدید ابتلا، آمار رسمی مبتلایان به بیش از 151 هزار نفر رسیده. حالا حال بیش از 2500 نفر هم وخیم توصیف شده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار قرار دارد. محمد باقر قالیباف، رئیس جدید مجلس شورای اسلامی در ایران، در نخستین نطق پیش از دستور خود گفته که الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی آشفته و ناکارآمد است و تعامل مجلس با دولت منطقی و انقلابی خواهد بود. و همچنین بر حمایت مجلس 11 از نیروهای موسوم به محور مقاومت در کشورهای منطقه تایید کرده و مذاکره با آمریکا را بی‌حاصل و پرضرر خوانده. مجلس 11 خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان محور مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می‌آورد و همیشه خود را کنار مردم، دولت و مرجعیت عراق و آماده هر گونه همکاری با آنها خواهد دانست و مذاکره و سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را بی حاصل و پرضرر ارزیابی می کند. به نیمه راه رسیدیم. نگاهی به سرخط چند خبر از بی بی سی در لندن. در آمریکا با وجود اعلام مقررات منع رفت و آمد در بعضی از شهرها، ناآرامی و اعتراض به خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان ادامه دارد. وزیر کشور ایران شمار کشته های اعتراضات آبان ماه پارسال را به طور ضمنی 200 تا 225 نفر اعلام کرده و تلویحا گفته 80% آنها به دست ماموران امنیتی کشته شدند. حال و روز باغ وحشی در آستانه بازگشایی در بلژیک، حیوانات مشتاق، انسان ها مشتاق‌تر. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از 15000 نفر گذشته. وزارت صحت عامه میگوید که به دلیل سهل‌انگاری مردم در ایام عید فطر و جدی نگرفتن شرایط قرنطینه و توصیه‌های بهداشتی، حالا در بیمارستان‌های ویژه کرونا فاجعه خلق شده. به گفته این وزارتخانه، حدود 2 هفته پیش از عید وضعیت تحت کنترل بوده، اما حالا تعداد زیاد بیماران مدیریت شرایط را دشوار کرده. اجازه بدید که با نسرین نوا صحبت بکنیم، خبرنگار ما که از کابل با ماست. نسرین، جزئیات بیشتری از وضعیت انتشار این ویروس و قرنطینه در افغانستان برای ما بگو. خب تقریبا در 2 هفته گذشته آمار بیشتر از قبل افزایش پیدا کرد، آمار مبتلایان به ویروس کرونا، و در یک شب روز گذشته از بیش از 1100 مورد مشکوکی که تست گرفته شده به تعداد 680 مورد مثبت در افغانستان شناسایی شده. 8 نفر در این مدت زمان جان باختن. در مجموع تعداد مبتلایان به بیش از 15205 نفر و حدود 257 نفر جان باختن و بیش از 1300 نفر هم بهبود یافتن. کابل هنوز هم در صدر ولایات آلوده به این ویروس هست با داشتن بیش از 6300 مورد مثبت کرونا. بعد هرات، قندهار و بلخ در رتبه‌های بعدی قرار دارن، شهرهایی که تقریبا بیشتر اصول قرنطینه را زیر پای گذاشتن. هفته‌های قبل از روزهای عید قرنطینه را به شکل خودسرانه شکستن و وزارت صحت بارها تاکید کرد که دلیل افزایش آمار مبتلایان هم همین هست و اگر جاده همچنان شلوغ باقی بمانه فاجعه بیشتر از این میشه و کنترلش بسیار مشکل. همین حالا هم ظرفیت بیمارستان هایی که مختص کرونا هستن به گفته وزارت صحت پر شده. امکانات دستگاه تنفسی بسیار کم است و کادر درمانی هم به دلیل مبتلا شدن خیلی کمتر از قبل شده. نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل، صحبت میکرد. بیماری انگشت کووید و کاوازاکی که از
عوارض کرونا هست دقیقاً چه هستند و چطور درمان می‌شوند؟ نازنین معتمدی امروز و فردا همه سوالات شما را در مورد علائم کمتر شناخته شده ابتلا به کرونا از دکتر مهسا محب‌تاش می‌پرسد. برنامه از ما بپرس از شنبه تا سه شنبه در انتهای بخش دوم خبر بی بی سی فارسی پخش می‌شود. عارضه پوستی انگشت کووید دقیقاً چیه؟ چرا بعضی از کودکانی که بیماری کرونا میگیرن علائمی شبیه بیماری نادر کاوازاکی دارن؟ اینا دو نمونه از سوالایی که شما در مورد علائم کمتر شناخته شده کرونا با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. مهمون امروز من در قرنطینه دکتر مهسا محب‌تاش هستن، رئیس بخش خون و سرطان شناسی بیمارستان مد استار گود سامریتن از آمریکا. خیلی خوش اومدین خانم دکتر. مرسی، خیلی ممنون. ایلیا سوال کرده در چه مرحله متوجه میشیم که مشکل ریوی ناشی از کرونا ذات‌الریه است؟ همونطور که میدونین شایع‌ترین علامت ریوی بیماری کرونا سرفه خشکه که معمولاً همراه با تبه. اگر تنگی نفس ایجاد بشه این یک علامت هشدار دهنده است که ممکنه بیماری داره به سمت ذات‌الریه پیش میره. در این گونه موارد افراد باید به اورژانس مراجعه کنن تا سطح اکسیژن خونشون اندازه‌گیری بشه و یا عکس ریه یا سی تی اسکن ریه از اینا گرفته بشه. در بیماری کووید معمولا کدورت‌هایی در ریه دیده میشه که معمولا دو طرف است و در لوب‌های تحتانیه. مجموعه این علائم میتونه تشخیص ذات‌الریه رو قطعی کنه و این افراد احتیاج به بستری شدن دارن. آیا علائم ریوی غیر از ذات‌الریه هم داره کرونا؟ بله، اگر ذات‌الریه پیشرفت بکنه میتونه تبدیل به سندروم حاد تنفسی بشه که متاسفانه سطح مرگ و میرش بالاست و در 20 تا 40 درصد بیماران ذات‌الریه کووید دیده میشه. این افراد معمولاً سطح اکسیژن خونشون شدیداً پایین میفته و احتیاج به لوله گذاری و تنفس مصنوعی دارن. یک علامت دیگه ریوی هم وجود داره در این بیماری و اون موقعی که افراد با سرفه و تب به اورژانس مراجعه میکنن ولی اصلا تنگی نفس ندارن. وقتی سطح اکسیژن اینها گرفته میشه میبینن سطح اکسیژن خونشون پایینه با وجود اینکه اصلا احساس تنگی نفس نمیکنن. به این حالت میگن کمبود اکسیژن صامت یا کمبود اکسیژن خاموش. این افراد معمولاً به سرعت پیشرفت می‌کنند و دچار تنگی نفس می‌شن، بنابراین باید خیلی تحت نظر باشن. ایمان سوال کرده آیا زایات ریه بعد از بهبود مادر کرونا هنوز در ریه‌مون باقی می‌مونه؟ این بستگی به شدت و وخامت بیماری، طول مدت بیماری و بیماری‌های زمینه‌ای فرق داره. به طور مثال اگر کسی سالها سیگار کشیده و به خاطر اون سیگار کشیدن ریش دچار آمفیزم یا برونشیت مزمنه و یک ذات‌الریه شدید میکنه و یک تا دو هفته در بیمارستان بستریه، اون فرد بیشتر احتمال داره که علائم ماندگار در ریش بمونه. اون طرف قضیه اگر یه فرد ذات‌الریه خیلی ساده پیدا کنه و ریش قبل از این بیماری بسیار سالم بوده، اون بیشتر احتمال داره که بهبودی کامل پیدا کنه. با تمام این حرفا من باید به این قضیه اشاره کنم که این بیماری برای همه ما تازه است. اولین مورد بیماری تقریباً 6 ماه پیش گزارش شده. بنابراین ما اطلاعات خیلی کامل از اثرات دراز مدت بیماری هنوز نداریم. ولی با استنتاج از بیماری های مشابه ویروسی که سندروم های مشابه در ریه ایجاد می کنن ما می تونیم این پیشبینی رو بکنیم. دکتر محب‌تاش، اما آسیب کووید 19 فقط محدود به ریه نیست، درسته؟ درسته. کووید متاسفانه میتونه تمام ارگان‌های بدن رو تحت تاثیر قرار بده. تمام ارگان‌ها رو؟ اکثر ارگان‌ها رو. حالا بعضی از ارگان‌ها رو کمتر، بعضی از ارگان‌ها رو بیشتر. مثلا ریه شایع‌ترین ارگانیه که تحت تاثیر قرار میگیره، ولی اکثر ارگان‌های بدن میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. بیماری کرونا چه آسیبی به کبد و کلیه میزنه؟ آنزیم های کبدی در بیماری کووید بالا میرن. بعضی اوقات انقدر بالا میرن که حالت بیماری هپاتیت رو پیدا میکنه یا التهاب شدید کبد. کلیه هم تحت تاثیر این بیماری به صورت عام قرار میگیره. 3 تا 35 درصد بیماران کووید به این نارسایی کلیه مبتلا میشن و 15 درصد اونها متاسفانه
باید دیالیز بشن و 97% افرادی که دیالیز میشن باید تنفس مکانیکی و لوله گذاری براشون انجام بشه. این نشون میده که این نارسایی شدید کلیه اگر نارسایی شدید باشه همراه با وخامت بیماری و ارتباط با وخامت بیماری داره. مکانیزمش هم متفاوته. معمولا این بیماری ها توأم با افت شدید فشار خونه و این باعث میشه که خون به کلیه ها نرسه و سلول های کلیوی آسیب ببینن. بعضی اوقات اثر مستقیم این ویروس روی کلیه است که باعث آسیب کلیوی میشه. همچنین اون سیستم ایمنی بدن که در طول این بیماری شدیداً فعال میشه هم میتونه باعث نارسایی شدید کلیه بشه. علی سوال کرده بیماری پوستی انگشت کووید چیه و آیا بعد از بهبود این علائم از بین میره؟ انگشت کووید بخشی از ضایعات پوستیه که در بیماری کووید اتفاق میفته. حدوداً 20-30% تمام بیمارانی که به این بیماری مبتلا میشن نوعی از ضایعات پوستی رو میگیرن. انگشت کووید معمولاً در انگشتان پا اتفاق میفته به صورت قرمزی و تورم، معمولاً همراه با درد یا بعضی اوقات خارشه. میتونه در افرادی که هیچ علامت دیگه ای ندارن اتفاق بیفته یا میتونه در افرادی که علامه ریوی دارن هم اتفاق بیفته. در افراد جوان هم میشه اتفاق بیفته ولی شایع نیست کلن. بهبودیش خود به خوده، 10-12 روز طول میکشه به شرط اینکه بیمار علائم ریوی دیگه ای نداشته باشه. نگار سوال کرده نگران بیماری کاواساکی هستیم که این روزها اسمش سر زبان‌ها افتاده. این بیماری دقیقاً چیه؟ بیماری کاواساکی یک بیماری التهابی عروقی در اطفال و با علائم پوستی بزرگ شدن غدد لنفاوی و تب تظاهر میکنه و ممکنه قلب رو هم تحت تاثیر قرار بده. علت این بیماری رو دقیقاً نمیدونن ولی حدس میزنن که ممکنه به دنبال یه بیماری ویروسی و واکنش شدید بدن، واکنش سیستم ایمنی بدن به این ویروس باشه. ولی بیماری کاواساکی خودش مصری نیست. به همین دلیل هم الان سر زبون ها افتاده برای اینکه در بعضی از بچه‌ها که به ندرت این بیماری ایجاد علامت میکنه این علائمی رو که شبیه بیماری کاوازاکی دیدن. البته بیماری کاوازاکی نیست ولی علائمش شبیه واکنش شدید بدن به ویروسه. خوشبختانه این علائم بسیار نادره در بچه ها. به نظر خیلی عجیب نمیاد که یه ویروس تنفسی بتونه اینقدر به همه ارگان ها آسیب بزنه خان دکتر؟ ویروس وقتی وارد بدن میشه میتونه وارد خون بشه و از طریق خون به تمام ارگان های بدن دسترسی پیدا میکنه. البته همه ارگان های بدن به یه اندازه تحت تاثیر ویروس قرار نمیگیرن ولی احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن رو دارن. به همون ترتیب وقتی سیستم ایمنی بدن رو فعال میکنه، سیستم ایمنی بدن پروتئین هایی رو تولید میکنه که میتونن اثر مخرب رو بعضی از ارگان ها داشته باشن و این پروتئین ها هم در جریان گردش خون به تمام ارگان های بدن میتونن برسن. ما این واکنش رو و این اثر چندین ارگانی رو در بیماری های ویروسی و عفونی دیگه هم دیدیم. خیلی از بیماری های ویروسی و باکتریایی هستن که چندین ارگان رو تحت تاثیر قرار میدن. خیلی ممنون خانم دکتر. سالها در مورد علائم کمتر شناخته شده کرونا خیلی زیاد بود، نرسیدیم همش رو این بار از خانم دکتر بپرسیم. قسمت بعدی این مصاحبه رو فردا همینجا نگاه کنید. سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما بفرستید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. قصه بازگشایی باغ وحش در بلژیک بماند برای بولتن بعدی خبر.